سرورم، جناب مروان اجازه ورود میخواهند. مروان؟ چه میخواهد؟ نمیدانم سرورم، ولی من برای رفتن به سرای خلیفه از هیچ کس اذن نمیخواهم. تو که دستشون به یه حقیران هستی، خالد به این سگانت بگو مانع ورود من نشه. حضور شما همیشه باعث شادمانی ماست، عمو جان. اینان اگر چیزی گفتن، قصدشان جسارت به شما نبوده. بلکه حافظ خالد، من نیازی به حضور در سرای تو را ندارم. الانم اگر آمدم، نیامدم که عیش تو را برهم بزنم. اما نمیتوانم ببینم خالد ابن عبدالله قصری که بر تخت امارت مدینه تکیه زده، دشمنان بنی امیه در پی مقاصد خیش هستند. دشمنان؟ کدام دشمنان؟ خیالتان راحت باشد عمو جان. مدینه و ولایات پیرامون آن در امن و امان هستند و هیچ خطری بنی امیه، امارت و خلافت را تهدید نمی کند. چه میگویی خالد؟ سر در توبره خود کرده ای و دل به تنازی کنیزان خود خوش کرده ای و از بیرون هیچ خبری نداری؟ چه میگویم او جان؟ چه میگویم؟ پسر زبیر نمیدانی در مکه چه کرده است؟ مکه؟ عبدالله ابن زبیر اگر مکه را به آتش بکشد، من اینجا عرق هم نمی کنم. من کار خودم را می کنم. مکه مکه است و مدینه مدینه، عمو جان. خالد، حماقت را کنار بگذار. چگونه است که عبدالله ابن زبیر در مکه حکومت کند اما تو واکنشی نشان ندهی؟ البته تو مقصر نیستی. حماقت یزید ابن معاویه موجب شده که عبدالله ابن زبیر مکه را مانند لقمه چرد فرو دهد و اکنون در پی تسخیر مدینه است.
آنگاه تو مانند گوسفندی که به چرای خود مشغول باشد میگویی هیچ خطری مدینه را تهدید نمی کند؟ مواظب کلامت باشم موجان. من اگر کنایه های زهردارت درباره خودم را تحمل می کنم به خاطر حرمتیست که بر ریش سفیدت می گذارم، اما درباره خلیفه هیچ گونه زیادگویی را نمی توانم تحمل کنم. پس درباره خلیفه هرگز این گونه سخن مگو امو جان. ببین خالد ابن عبدالله، چند سال پیش در همین سرا هشداری به امیر مدینه دادم، اما او از روی جهالت و ترس به سخنانم اعتنایی نکرد. میدانی که چه زمانی را میگویم؟ منظورت فرمان خلیفه برای بیعت گرفتن از حسین است؟ آری، وقتی فرمان یزید به او رسید به او گفتم حسین را بخواه و همین جا از او بیعت بگیر. حسین به اینجا آمد، اما حاکم مدینه جرأت درشگویی در برابر او را نیافت. فریاد زدم نگذارید حسین بدون اون که بیعت کند از اینجا خارج شود. آنقدر تعلل کرد که حتی حسین بر من برآشفت و بر سرم فریاد زد و تهدیدم کرد. سرانجام اون شد که همه میدانیم، یک آبروریزی بزرگ برای بنی امیه. یعنی کشته شدن حسین برای بنی امیه؟ آری، حسین یا باید ساکت می شد و بیعت می کرد و یا کشته می شد، اما نه اون گونه که در کربلا رخ داد. باید در سکوت خفابی اون که تهمت کشته شدن فرزند رسول خدا به بنی امیه وارد شود. اکنون به تو می گویم پسر عبدالله قصی، مدینه در حال نابودی است. اگر امروز اقدام نکنی فردا دیر است. چه اقدامی؟ بر علیه که؟ مگر نه اینکه عبدالله ابن زبیر مکه را تسخیر کرده و بر آن حکومت می کند. عمو جان، تا وقتی عبدالله ابن زبیر در مکه است مرا با او کاری نیست. تکلیف مکه و عبدالله ابن زبیر را خلیفه روشن خواهد کرد. من حاکم مدینم، نه مکه. خالد، مدینه دارد از دست میرود. آری، خشکسالی بر مدینه مستولی شده. نخلستانهای مدینه که البته بسیاری از آنها متعلق به بنی امیه است در خطرند. مردم توان پرداخت خراج ندارند. اگر منظورت این است؟ برای همین است که میگویم سر در توبره خود داری. چشمانت را باز کن پسر عبدالله قصی. شب گذشته ابن مطیع وارد مدینه شده است. ابن مطیع؟ او در مدینه چه غلطی میکند؟ تو حاکم مدینه هستی، از من میپرسی؟ چگونه؟ من گفته بودم از ورود هر مسافر مشکوکی به مدینه جلوگیری شود. او با چهره پوشیده وارد شهر شده است. به یقین نگهبانان دروازه شهر هیچ کدام مانع او نشدن، چون او را نمی شناسند. شاید هم از دروازه وارد نشده باشد. مدینه شهر بیدر و پیکری است. از میان نخلستان ها کاروان ها هم اگر عبور کنند کسی متوجه نمی شود. پس ابن مطیع وارد مدینه شده. لعنت بر او. او دست راست پسر زبیر در مکه است و یقین قصدش رو می دارد. باید بدانم کجا رفته. درنگ کن، او به خانه ابن حنزله رفته است. عبدالله ابن حنزله؟ لعنت بر او. عبدالله ابن حنزله همواره بر من می آشوبد.
و از خلیفه و من انتقاد میکند. پس او قصد همدستی با پسر زبیر را دارد. خبرچینی ابن مطیع را بر در خانه او دیده است. مولای در خانه است؟ شما؟ بگو مسافری از مکه. لختی درنگ کنید. شرافت میزبانی کدام دوست نصیبم شده؟ ابن مطیع؟ سلام بر عبدالله ابن حنظله. علیکم السلام. گمان نمی کردم از دیدارم خوشحال نشوی. دیدار تو به عنوان میهمان عزیز است، اما از عبدالله ابن حنظله بعید است که از دیدار میهمان خوشحال نشود. میهمان؟ اگر به عنوان میهمان آمده باشی قدم بر دیدگان من گذاشتی، اما آیا باید همه چیز را همینجا توضیح دهم؟ داخل شو. کافیست فریاد تظلم سر دهید، مردم همراهیتان خواهند کرد. ابن زبیر آماده هر نوع همکاری است، اما ترجیح می‌دهد مردم مدینه خود علیه بنی امیه بشورند. من نیست می‌دانم مردم از جور بنی امیه به تنگ آمدند. کافیست کسی علم قیام بلند کند، اما در این شهر تنها من نیستم که می‌توانم پرچمدار این قیام باشم. منظورت چیست؟ علی ابن الحسین، شرافت خانوادگی به همراه دانش و کیاست او بر همگان برتری دارد. شاید او بهتر از من بتواند. نه ابن زبیر خوش ندارد با علی ابن الحسین هم داستان شود. اگر او بر مدینه مستولی شود میخواهد چون علی ابن ابی طالب حکومت کند. در تمام بلاد اسلامی کسی را نمی شناسم که بتواند چون علی حکومت عادلانه ای بپا کند، مگر فرزند او. اما ابن زبیر با مردم مکه عهد کرده است که راه را بر زیادخواری بنی امیه ببندد و آنچه را که آنان بخواهند انجام دهد. مردم نیز همین را می خواهند، کسی که بتواند حقوق آنان را از بنی امیه بگیرد. بقیده من این شخص تنها علی ابن حسین است. آیا تو به او ایمان داری؟ آری، مردم نیز بیش از هر کسی به او ایمان دارند. مردم نمی‌دانند حکومت او چگونه خواهد بود. حکومت علی ابن ابی طالب را نیز به یاد ندارند. اگر عدالت را چون علی جاری کند با مذاق بزرگان مدینه سازگار نخواهد بود. حتی شما نیز نمی‌توانید آن را تحمل کنید. مردم به تنگ آمدند. ظلم بنی امیه و خشکسالی جانشان را به لب رسانده. همه تشنه کام عدالت راستین هستند.
و این تنها به دست یگان مردی ممکن است که همتا ندارد. ابن زبیر در مکه منتظر پاسخ ماست، چه کنیم؟ به هر حال من باید از او استمداد بطلبم، حتی اگر قرار باشد خود رهبری مردم را بر عهده بگیرم باید با او مشورت کنم. تو نیز به همراه من به دیدار ایشان بیا. اما اگر علی ابن الحسین بپذیرد که قیام مردم مدینه را رهبری کند، با ابن زبیر چه کنم؟ دوست من ابن مطیع، من تنها پیرو مولایم علی ابن حسین هستم. اگر مایل بودی با او مشورت میکنیم و در راه اهدافشان شمشیر میزنیم، وگرنه با دیگران گفتگو کن. نه نه، من غیر از حکومت به فکر آینده و منافع خودمان نیز هستم. منافع؟ منظورم از منافع پیروزی قطعی و برقراری حکومت عادلانه است. بسیار خوب، به دیدار علی ابن الحسین می رویم. شاید بتوانم با گفتگو عقاید ابن زبیر و علی ابن الحسین را به هم نزدیک کنم. برویم. کنیز ابن حنزله در مقابل 100 درهم تمام ماوقع رو شرط داده. اکنون زمان اقدام توست. باید ابن مطیع را در خانه ابن حنزله بگیریم پیش از آنکه خطایی بکند. مجازات او بهترین زهر چشم از مردم مدینه است. دشمن اصلی را دریاب. منظور شما را نمی فهمم. علی ابن الحسین بزرگ بنی هاشم و فرزند پیامبر است که مردم او را تنها وارث پیامبر می دانند. از همه مهمتر، حقوق آنها همواره توسط بنی امیه پایمال شده و باز از همه مهمتر، پدر و برادرانش را کشتند. او میتواند مردم را بر علیه بنی امیه بشوراند و دودمانمون را به باد دهد. اما ابن مطیع عامل اصلی این حرکت است. ابن مطیع علاقه ابن زبیر است، از او کاری ساخته نیست. او فقط میتواند علی ابن حسین را قانع کند. در خانه علی ابن الحسین است. حال باید چه کنم؟ آنها به دیدار علی ابن الحسین می روند. باید جاسوسی به در خانه علی ابن الحسین بریز. به محض ورود ابن حنزله و ابن مطیع خبر بدن تا هر دوی آنها را دستگیر کنی. اون وقت می توانی بگویی که آنها در حال توطئه بودند. Thank you.
نه ابن حنظله، مولایم ترجیح میدهند این روزها با کسی ملاقات نکنند. به ایشان بفرمایید امر مهمی پیش آمده، مربوط به امور مسلمین است، باید ایشان را ببینیم و کسب تکلیف کنیم. مولایمان فرمودند در این امور مداخله نمی کند. هر کس گمان می کند توانایی لازم جهت قیام علیه ظلم را دارد، می تواند خود اقدام کند. اما ایشان خود را در این امور مداخله نمی دهند. اما ایشان باید مداخله کنند. ایشان بهتر از هر کسی بر امور واقفند. بگذارید هرچه صلاح می دانند انجام دهند. می دانستم توفیقی حاصل نمی شود. کار را آنگونه که من می گویم انجام می دهم. باید به زبایر دل دارم. برفت. ابو اسحاق، کاروان آماده است؟ همه آمادند. فقط مولایمان علی ابن حسین می آید؟ مولایمان به همراه خانواده و دوستان نزدیک. به کجا می رویم؟ به سوی ینبع. ینبع؟ چرا ینبع؟ فرمان مولای من است. از راه نخلستان می رویم. باید مراقب باشیم و در سکوت حرکت کنیم. آخر مرد چرا شبانه حرکت می کنیم؟ مولای من علی ابن الحسین فرمودند قائله برپا می شود که طرفین قائله برای منافع دنیا به آن دامن زدند. خب چرا از این قائله جلوگیری نمی شود؟ آنان بسیار خیره سرتر از آنی هستند که به نصایح آن حضرت گوش دهند. فکر میکنند موقعیت مناسب است تا به حکومت برسند. چرا مولای ما مدینه را ترک میکند؟ ایشان فرمودند در این قائله خونهای بسیاری به ناحق ریخته میشود و حقها پایمال میگردد. خدا به ما رحم کند. بهتر است زودتر آماده شویم. هر لحظه ممکن است مولایمان برسند. معلوم هست چه غلطی میکنی؟ نمیدانم چه باید کرد؟ میبینی چه آشوبیست؟ میبینی؟ دیگر گذشته، وقتی به تو گفتم اقدام کن نکردی. اکنون باید به فکر گریختن باشی. به کجا؟ به کدام سو؟ مردم مدینه همه جا هستند. به سوی شام. باید خود را به خلیفه برسانی و از او کمک بخواهی. خلیفه؟ سرم را خواهد برید. حق دارد. گفتم علی ابن الحسین را به من بکش، نکردی. علی ابن الحسین؟ او که در مدینه نیست. نیست؟ او به همراه خانوادش به سوی ینبع رفته تا از ماجراهای مدینه به دور باشد. او رفته تا مدینه تصرف شود، سپس برای خلافت بازگردد. مدینه تصرف شد. سربازان همه فرار کردند. حال باید چه کنیم؟ من میروم به سوی شام. تو هر غلطی میخواهی بکنی بکن. اما اگر اینجا بمانی کشته خواهی شد.
عمو جان، عمو جان صبر کنید، صبر کنید عمو جان، صبر کنید. مولایم در خانه است؟ آری. خواسته ای دارم که شاید تو بتوانی جوابش را بگیری. خواسته چیست؟ به خالد ابن عبدالله قصی مربوط می شود. حاکم سابق مدینه؟ آری. پس از آن که در برابر قیام شکست خورد و گریخت، از حکومت مدینه عز شده. دیگر اون قدرت سابق را ندارد، نه طرفدارانی دارد که حمایتش کنند، نه می تواند به حکومت شکایت برد. خب می خواهم بر او بشورم و به تلافی ظلمهای گذشتش آزارش دهم. حتما می خواهی بدانی امام این کار را مجاز می داند یا خیر؟ آری. دیروز نیز کسی همچون تو همین سوال را داشت، حتی به مولایم پیشنهاد کرد ایشان نیز بر خالد ابن عبدالله سخت بگیرد. درست است، او امام را بیش از دیگران آزرده. امام پذیرفت؟ نه. اگر طلب دیگری از او داری می توانی در جهت ستاندن آن اقدام کنی، اما اگر در برابر ظلم هایی است که کرده، مولایم فرمودند من این کار را نمی پسندم. ایشان فرمودند رسم ما این نیست که بر افتاده لگت بزنیم، خداوند خود بر حساب او خواهد رسید. اما مرد ظالمی بود، در زمان حکومتش هر چه می توانست بر بنی هاشم و دوستان مولایم سخت گرفت. باید تقاضا بستند. اگر شیوه امام را می خواهی بدانی غیر از این است، آیا خالد ابن عبدالله بیش از مروان به امام ظلم کرد؟ مروان ابن حکم؟ خدا او را لعنت کند، او از ابتدا دشمن بنی هاشم. اما وقتی میخواست از مدینه بگریزد، همسر و فرزندانش را به ینبه فرستاد تا در پناه امام از دست دشمنان در امان باشند. امام پذیرفت؟ آری. امام دستور دادند همسر و فرزندان مروان را همچون میهمانان عزیز بداریم و تا زمانی که بخواهند میتوانند در منزل امام بمانند. تو نیز بهتر است خالد ابن عبدالله را واگذاری، که این رسم امام است.
بسار.